سفر غیر مترقبه سرپرست سفارت انگلستان به کابل امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان بابت عدم حمایت انگلیس از مقاومتگران تشکر کرده است سلام بر شما پنجم جولای سال 2023 میلادی و برابر با 14 سرطان سال 1402 هجری شمسی است سرپرست سفارت بریتانیا برای افغانستان در یک سفر غیر مترقبه و پیش از پیش اعلام ناشده به کابل سفر کرده و به مقام های طالبان از جمله وزیر خارجه این گروه دیدار و گفتگو کرده است وزارت خارجه طالبان از دیدار کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان با میخان منتقی خبر داده و با نشر عکس و متنی در صفحات اجتماعی و وبسایت خود گفته است که وزیر خارجه طالبان بابت عدم حمایت انگلستان از مقاومتگران و مخالفان مسلح طالبان از آن کشور تشکر و قدردانی کرده است متقی همچنان به رابرت دکسن گفته است که باید دولت انگلستان با گروه طالبان تعامل بیشتر و سازنده داشته باشد. امیرخان متقی با آقای رابرت دکسن همچنان گفته است که بریتانیا نباید بر اساس گزارش های رسانه‌ای سیاست‌هایش را در مورد حکومت طالبان تعیین کند. او حکومت بریتانیا را به واقع‌بینی درباره طالبان فراخوانده است. بریتانیا یکی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد است که بارها در جلسات این شورا تاکید کرده است که سیاست های طالبان به ویژه نقص حقوق زنان باعث انزوای این گروه شده است با این وجود برخی سیاستگران بریتانیایی از گروه طالبان حمایت های نیز داشته است در اعلامیه کسوی طالبان منتشر شده همچنان آمده است که وزیر امور خارجه این گروه همچنان در مورد حل مشکلات افغانستانی های مقیم بریتانیا و دسترسی به خواسته های سالمانها ها اظهار امیدواری کرده که خدمات کنسولی در لندن آغاز شود تا افغانستان ها به حقوق خیش دسترسی داشته باشند. هرچند تا به حال سفارت بریتانیا در افغانستان و مقام های آن کشور در مورد سفر رابرت دکسن به کابل و دیدار وی با مقام های طالبان اظهار نظر نکردند اما قای دکسن در گذشته بارها از عملکرد طالبان انتقاد کرده است هنوز مشخص نیست که سفیر انگلستان به چه هدف به کابل سفر کرده است اما انگلستان یکی از کشورهایی است که نقش بسیار کلیدی در منطقه و جهان داشته و یکی از متحدان بسیار نزدیک و قدرتمند ایالات متحده آمریکاست. است با این وجود وزارت خارجه طالبان به نقل از آقای دکسن گفته است که این دیپلمات انگلستان از کاهش کشت مواد مخدر و ایجاد ثبات در افغانستان راضی بوده و را مثبت دانسته است هرچند که گروه طالبان خواهان دسترسی به سفارت افغانستان در بریتانیا شده است اما بعید است که حکومت انگلستان به این آسانی به این خواسته طالبان تن بدهد